با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. خدمت شما عرض کنم که تو این که دو روز سوال خیلی زیادی برام اومده، به خصوص رو بحث ویروس کرونا که شما میگی در همه جای دنیا هست و چه جوری این میشه همه جا باشه و چطور میشه که رو بعضی اثر میکنه یا بعضی اثر نمیکنه. من یک مثال ساده براتون میزنم. البته قبل چند بار معروف پارامتر میام بعد به اونجا میرسیم. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از صنعتی شدن، این آلمان خیلی تمیز و مرتب بود، نگهداری ها شهرداری هاش و کار میکردن، بولوارهاش رو خیلی زیبا میکردن. کم کم دیدن تو بولوارهای اینها تو جای فضای سبز یک سری گیاه ها سبز میشه، گیاه هرز، خاک رو پالایش قبلش میکرد، هر کاری میکرد بازی گیاه ها سبز میشد، که ناچار شد دولت آلمان حدود مثلا 60 سال پیش، 55 سال قبل، یه گروه تحقیقاتی بذاره اینا چی هم سبز میشن، آخه اینا که نکاشتن، این خاک اصلا توش هیچ چیزی نیست. بعد از 7-8 سال بیر نشه رسیدن که این گیاه یا علف هرز کارش تصفیه هوایی است که دود گازوئیل درش هست. تموم شد. و این سبز میشه. طبیعت خودش اینجا رفرش میکنه. طبیعت خودش دست انسان نمیده. بلده چه کار بکنه. هر چقدر میبره که فایده نداره. الان هم شما تو بلوار آلمان تو جایی رفت آمد ماشین زیاد هست، اینا هست. اتوبان ها خیلی کمه چون اتوبان فضا باز، هوا میره میاد، اما در بولوارها و در جای شلوغ گیاه خود به خود سبز میشه، هستش. هیچ کارش نتونستن بکنن. دیگه در مقابلش تقریبا تسلیم شده، گفتن خب این چیزی به مفیدی است. امرسون میگه که میدونی گیاه هرز چیه؟ علف هرز چیه؟ گیاهی است که از خواصش کشف نشده. در طبیعت هیچ چیزی بدون حساب کتاب درست نمیشه. دقت کردین یه جایی که آب میمونه، بعد از مدتش نی شروع میکنه به سبز شدن، بالا آمدن، نیزار میشه، و بعد نیزار کارش تصفیه اون آب هست که محیط آلوده نشه. اگر حیوانی از این آب خواست بخوره مریض نشه. طبیعت برده. کسی اونجا تخم نی کاشته یا رفته نی کاشته اونجا؟ نه، طبیعت خودش اونجا به وجود میاره این برای حفظ از محیط خودش. تو خونه که مورچه میاد میره، مورچه مثلا قند رو نمیخوره، این ماده شیمیاییه، اما برای پاکسازی محیط زیست خودش قند رو میبره و یه جایی دفع میکنه. و خیلی مسئله دیگه، یک سوسکی هست، شکل سوسکه سیاهه، این همیشه کارش توی راه ها و دوهای قدیم بخوزار کمتر شده، مسیر حیوانات رو این همیشه میره و میاد، بهش به اصطلاح شماره میگن گزنگاه و زبان عامیانه بهش میگن، ببخشید، گوغلتون. کار این هست که وقتی یک حیوان گاوی، گوسفندی، چیزی، به خصوص گاوها، اینها به قول معروف مدفوع میکردند، کارش این بود که اینا رو میرفت این پخ شده رو گردش میکرد در یه حدی، بعد با پشتش هل میداد میبرد از اون مسیر دور میکرد، میبرد یه جایی و اونجا ورش میکرد. کار این بود، چون ما میدونیم که هیچ معده ای در دنیا نمیتونه تخم گیاه، تخم میوه، تخم اینا رو هضم کنه، باید سالم بیاد بیرون. این کارش این بود که این میبرد یه جایی میذاشت میومد، اون کاری که تا میافتاد از اون گیاه که این خورده، از اون یونجه که خورده، هر چی که خورده، این دوباره سبز میشد، میرفت گرد گرد می کوچیک کوچیک بود به این پشکل گوسن میورد، جای ورش میکرد میومد. یه روز حاکم میگه بابا این چی آخه خدا ساخته؟ تون هم کار میکنن، یعنی اول گردش میکنن درستش میکنن قشنگ آماده شون، بعد با از پشت سر هول میدن میبرن، یعنی سرشون جلوست با پشت سر میبرن. بعد یک حکیم همش باش حاکم اینقدر چیز نکن، آخه خدای چیه ساخت، چیزی زشتی بین کسافت کار اینا.
بعد روزی شد که حاکم دچار یک مریضی و یک مشکلی شد، گفتن اون حکمان اون زمان طبیب زمان گفتن فقط باید گزنگا بیاد به اینجا راه بره تا خوب بشه. تاج کردی؟ پس طبیعت کارش رو بلده، راهش رو بلده، هر کاری که انسان ها به موزیس بکنن اون بدلش رو میزنه، خوبش هم میزنه، به وقتش هم که برسه رحم نمیکنه. میگه ناصرالدین شاه یه روزی توی کاخش خیلی ناراحت بود، عصبانی دست مگس ها این پر اون برو، بعد گفت کریم شیری بگیم بیاد من یه خود اذیتش کنم. گفت کریم، گفت بله قربان. گفت مگس چی خدا خلق کرده این چی کار میکنه اینجا ما رو اذیت میکنه؟ گفت قربان، مگس هر جا که انسان باشه، آدم باشه، آدم چون منشأ تولید زباله و کثافت و خیلی ساحس باشه، مگس هم هست. خلاصه شاهدید باز جواب داد. گذشت اینا، بعد از مدر رفتن تو بیابون، تو یه جایی که هیچ کسی نبود، هیچ خونه ای، هیچ چیزی نبود، و باز ناصرالدین شاه دید مگس هست. گفت کریم، گفت چی؟ گفت اینجا چی میگی؟ اینجا که تو بیابون هیچ کس نیست، تو مگس هست. گفت من شما رو کریم، ولی خودم آدم هم اینجا. مگس دو کار رو انجام میده، هر جا که کسی باشه جالب همونجا به وجود میاد، ظرف چند ساعت بالغ میشه و بر بلا فاصله جفتگیری و تخمریزی هم همونجا میکنه هر جا کثیفی باشد. کار مگس، علتی که عمرش کم است، خوردن کثافت هاست. مگس عمرش خیلی کم، به دو سه روز نمیرسه، در مرتبه فرق میکنه. هر جا هوا آلوده باشه مگس هست، کارش همینه، طبیعت اینو میذاره برای این کارها. هر چقدر کثیفی و آلودگی هوا بیشتر باشه مگس بیشتر میشه. بعضی جاها دیدیم مثلا شهرهای مثلا جنوبی کشور که این اینقدر زیاد میشن که سیاه میذاره رو شیشه ها. هست کارش همین. حالا ما انسان ها اگه صورتمون، گوشه لبمون، چشممون جای کثیف باشه، مگس میاد رو اون میشینه، با سماجت شروع میکنه به تمیز کردن. دستمون کثیف باشه، قدیما بچه هایاتون باشه اینجوری گوشه چشم این قیمه است، بلافاصله مگس ها میامدن و تجمع میکردن اونجا. مگس هرگز روی یک اثر سالم نمیشینه، اصلا نمیشینه، فرار میکنه ازش، کار نداره بکنش، این اثر سالمه، این قضا سالمه، یه بشقاب تمیز روش نمیشینه، اگه بشه سری برامشه میره. پس کار مگس پاکسازی طبیعت در حد توان خودشه، وظیفش، وظیفش محول شده اینه، در حد توان این کار انجام میده. هر چقدر خونه ها تمیزتر شد، پاکتر شد، مگس کمتر شد. این قاعده مگس هست. کرونا هم دوستاز همینطوره. هر جا که بدرفتاری، بدعملی، بد غذا خوردن، بد چیز بد باشد، اون هم هست. هست. ولی یه جا هست که یه جا میشه، دو جا میشه، بالا میشه، دو دست نمیشه، بالا میشه، یه جا هست که نه، پر میکنه. کرونا اینجوری عمل میکنه. برای همین همیشه دنیا هست. همراه انسانه. تمام انسان کره زمین. انسانهایی که از اون حد گذشته کثافت کاریاشون، مسائلشون، روحی روانیشون، جسمیشون، طبیعت رو، همه جا رو، و جسمشون وقتی که اون سیستم دفاع بدن ضعیف شد، اون برفته وارد میشه. چون اون سیستم دفاع بدن چرا ضعیف شده؟ قطعا سوء استفاده بوده، قطعا آسیب هایی بوده، کارهایی کرده که خلاف طبیعته، خلاف طبیعته، چه طبیعت خود جنگل ها، دریا ها، زمین ها، چه طبیعت انسان ها. مثلا وقتی که من سنگاپور بار بودم، این زیبای اندام آمده بودن اونجا چیز میکردن، خب جمع شدن در اونجا، خیلی حسرت میخوردن، نمیخواستم تسلاش بدم، ولی بهش میگم بابا جون این دیگه درست نمیشه، این تمام جسم برای بعد از راست همینه، این حسرت دادن ها، این ماشین سوار شدن ها، این رانت ها، این مسائل، تا به اون جایی میرسه که داروهای فلان مصرف میکنن، ولی آخر تفاوت ایجاد کردن، حسرت ایجاد کردن، آه کشیدن، تا بدن خوش ضربه زدن، تا
حق و ناحق کردن، همه اینها کرونا همونجا هست، همونجا به وجود میاد، همونجا منتظر هست که ای خوش اصلاح کرد، تمیز کرد، پاک کرد، کارش نداره ولی هست دیگه، ول نمیکنه. کرونا چیزی که از بین بره، این جزو دستاوردهای خود بشری است که در این قرنی که خودشو عالم و دانشمند میدونه با وجود اومده، چون واقعا افسار بریده بودن انسان ها، واقعا دیگه شورشو در آورده بودند. خدمت شما هستم که من کلی بازم نمیخوام تو نمیشه، همین توضیح دادم براتون. بعد راجع به بحث نماز دوستان خیلی سوال کردن توی تیوی، خدمت شما هستم که یه جمله راجع نماز بهتون بگم و کلیپ رو تمامش کنم. اما یک سوال زیادی قبلا اومده، باز اومده راجع به که ما نیاز جنسیمون رو چیکار کنیم. من قبلا صحبت کردم، باز هم صحبت خواهم کرد راجع به مسائل آمریکا، ترامپ و امثال هم، باز هم کلیپ خواهم بود صحبت خواهم کرد به زودی زود. و یک کلیپ، من یکی از دوستان خیلی زحمت میشه واسه من کلیپ های قدیمی رو میاره، حوصله میکنه، تیکای نابش رو برمیداره براتون جمع میکنه، میکنه یک کلیپ بهتون میده. اینها کلیپ ها خیلی مفیده، خیلی به دردتون خواهد خورد، مثلا مال 5 سال قبل، 4 سال قبل، 3 سال قبل که ندیدید. یا خلاصه حجم کلیپ هم زیاد، چیز تعداد کلیپ هم زیاد هست. بله، راجع بحث بچه هم حتما صحبت خواهم کرد، این ادامه داره، مطمئن باشید. مسئله نوعی رو براتون خواهم گفت، مسئله که از تجربه قدیمی ها استفاده خواهم کرد براتون خواهم گفت. و نماز برای فرار از مسئولیت نیست، نماز برای شما اون البته بگم نماز و عبادت در تمام ادیان هست، مختص اسلام نیست. از اون زمانی که از سلیمان بوده هست، در دین یهود که بالاترین عبادت ها و ذکر گفتن ها هست، تا مسیحیت و الان هم در اسلام فرق نمی کنه. این برای فرض مسئولیت نیست، این به شما مسئولیت میده در قبال این کاری که انجام میدی و رشد میکنی. ولی الان تو کشور ما همه چی برعکس بود، اینم برعکسه. من سال 1359-60 تو یکی از مراکز فنی حرفه‌ای استان مازندران تدریس میکردم. من همیشه 5 دقیقه به 9 صبح میرفتم، 9 کلاسم شروع میشد، 12 میومدم. اداره بود، آقا اداره است اینجا واسه هفته نیم، یه ساعت دونیم. گفتم من بلد نیستم، واسه سر خود هستم، من وقت نمیگم 3 ساعت چه حرف مفت بزنم که چی بشه. رفتم سر کلاس که روزا بود، ساعت ما یه آنتراکت هم بره ساعت 9 تا 12 داشتیم. ساعت 10 بود به که شاید گفتم که برو از انبار چیز بگیر، گچه رنگی بیه، گچه گرد رنگی قشنگی بود، بعد این مدار رو میکشیدم متفاوت. این رفتی خود تورش داد، آمد گفت آقا این آقایی که انبار داره نیست. گفتم مگه میشه نباشه؟ گفت آقا نیست. گفتم این بابا تمام مرکز روی هرچی بخواب تو انبار رو داره. خلاصه خودم رفتم گشتم، دیدم صدای قرآن خوندن میاد. رفتم دیدم توی مسجد نشست قرآن میخواست سرش تکون میدیدم. اینقدر عصبانی شدم با هم کش رفتم تو، با لگت چنان بین زدم که با اون چیزی که جلوش بود و قرآن و بدرست همه با هم افتادم. آقا ریختن چه خبر؟ گفتم مسجد دزد اینجا چیکار میکنه تو مسجد؟ آقای دزد این فلان اینجوری. گفتم دزده، داره از وقت اداره و تشکیل میدزده، اینجا قرآن داره میخونه، غلط میکنه. قرآن خونده برای اینکه تکلیفت بهتر بدونی، درست انجام بدی، نه که نشستی ساعت اداری داره قرآن میخونی که چی بشه، توبیخید میکنی. فرق گفتم من هر غلطی میخوام بکنیم بکنیم. نامه رفت تهران و موقعم خلاصه خیلی شرارشو بگذاریم. میخوام بگم، میخوام بهتون بگم که نماز برای شما احساس، برای شما مسئولیت بیانه که از مسئولیت فرار کنید چون نماز میخونی فلان. نه خیر، تافتی آفته نیستی، پوستت کنده است دیگه. خواهش راجع مسئله سوال نکنید، من جواب نخواهم داد. شاید بعدا خیلی سر بشه یک سری مسئله راجع قضیه بهتون بگم، ولی بحث اینجاست که کلا از این فاز بیاین بیرون. خب من خدمت شما هستم که دیگه کلیپو تمامش میکنم و این کلیپ که گفتم زحمت چه میکشن، هر چند روز یه کلیپ آماده میکنم، این کلیپو الان میذارم براتون. البته چون کلیپ پشت سر هم دارم میذارم، یه خود بیننده اومده پایین، مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، باید چیز رو به روز گفت، کار حرفا رو به روز زد و خلأ ایجاد نشه، اون مشکل نداره، تعداد بالاتر ببینن، کمتر ببینن. و
ولی وقتی باشه بعدن هم میتونید ببینید. ایام بکام راجع به 14 خرداد 15 خرداد هم قطعا توی 15 خرداد تا 14 15 خرداد کلیپ خواهم گذاشت، فردا پس کلیپ خواهم گذاشت، صحبت خواهم کرد. ایام بکام روزگار خوش.